سلام، به یکی دیگر از پادکست های ایندیپندنت فارسی خوش آمدید. اجباری کردن حجاب رویه شنیع، دلازار، عقل ستیز و بیگانه با دیانت حق و عدالت است که حکومت جمهوری اسلامی ایران به شیوه های مختلف اجرا می کند. چه با گشت موسوم به ارشاد و چه در ادارات و اماکن دولتی با زمزمه قطع خدمات رسانی به بخشی از شهروندان. اینها نخستین جملات بیانیه است که به تازگی در مخالفت با حجاب اجباری و گشت ارشاد منتشر شده است. اما نویسندگان و امضا کنندگان این بیانیه زنان تحت سرکوب جمهوری اسلامی به بهانه آنچه این حکومت بدحجابی و بیحجابی می‌خواند نیستند. بلکه 15 نفر از مردانی اند که خود را نواندیش دینی می نامند و در عین باورمندی به مذهب شیعه و دین اسلام در برخی موارد با دیدگاه های سنتی درباره اعتقادات و آداب دینی و بسیاری از رویه های برگرفته از دین در حکومت جمهوری اسلامی ایران اختلاف نظرهای اساسی دارند. آنها در این بیانیه اجباری کردن حجاب را نوعی اجبارگری قبیح، اعمال آمریت حکومتی تمامیت خواه، نشان دادن مشت آهنین به ملتی نجیب و تحت سرکوب و نمونه ای از سلسله مدام بیرسمی ها و خیر سری های حکومت دین معاب جمهوری اسلامی ایران دانستند. این بیانیه در حالی منتشر شد که در هفته‌های اخیر آزار و سرکوب زنان و مخالفان حجاب اجباری و نیز اعتراض گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه به حجاب اجباری در ایران تشدید شده است و هر روز ویدیوهای تازه از آزار و اذیت شهروندان به دست نیروهای موسوم به گشت ارشاد به بهانه‌هایی همچون بدحجابی، بی‌حجابی یا پوشش نامناسب در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. از درگیری شهروندان با نیروهای سرکوبگر یا حتی افرادی که همراستا با دیدگاه‌های جمهوری اسلامی به امر به معروف و نهی از منکر در زمینه حجاب اقدام می‌کنند، هم بارها تصاویری منتشر شده است. در فقه شیعه که خب قرن‌های زیادی سابقه داره، همه فقیهان اتفاق نظر ندارن درباره یک تعریفی از حجاب و حد و حدود اون. اختلاف خیلی زیاده. بعضی ها پوشاندن موی سر رو واجب میدونن، بعضی ها واجب نمیدونن، بعضی ها مستحب میدونن. درباره اصلا میزان پوشش هم اتفاق نظر نیست که آیا همه بخش های بدن رو باید پوشاند یا نه، که خب حالا اینجا ضرورتی نداره که من همه این اقوال رو بیان بکنم. اما مسئله اینه که تا همین قرون اخیر این حجاب سختگیرانه‌ای که جمهوری اسلامی هم الان همون رو الگو و مدل قرار داده و فشار زیادی به زنها میاره و میخواد این رو تحمیل بکنه، هیچ جایگاهی در فقه نداشته، به دلیل اینکه نه در قرآن و نه در روایات شما نمیتونید به چنین حجابی برسید. قرآن که از نظر من به هیچ وجه چنین تعریفی اصلا از حجاب نداره. ببینید، پوشش و لباس یک امر بشری و عرفیه. این خود انسان بوده که به اصطلاح اختراع کرده لباس رو و کم کم حد و حدودی برای اون قرار داده. این یک موضوعی نیستش که خدا تعیین کرده باشه، واجب کرده باشه. انسان خودش بالاخره با عقل و تجربه‌ای که داشته
که به خیلی چیزها دست پیدا کرده، از جمله پوشش و لباس. اونچه که شما در قرآن هم به عنوان منبع اصلی اسلام میبینید خیلی برخورد نرم و آرامی داره با این مسئله عرفی، با این موضوع عرفی، و به هیچ وجه تحمیلی برخورد نمی کنه، به هیچ وجه حد و حدود سختگیرانه‌ای براش قائل نیست. و نکته مهم این که از قرآن به هیچ وجه به دست نمیاد که واجب است که زنان موی سرشون رو بپوشونن. حالا این تعابیری که من به کار میبرم در چارچوب فقه سنتی است و الا خب خود من که دیدگاه هم متفاوت هست، اما در همون چارچوب هم شما در قرآن نمیتونید ببینید که تأکید کرده باشه بر پوشاندن موی سر. اون چه که امروز جمهوری اسلامی میخواد بر زنان تحمیل بکنه جایگاه شرعی نداره، یک تعریف بسیار سلیقه‌ای و بسیار سختگیران است که خب مبتنی بر نگاهی است که نسبت به زن وجود داره. میخوان که زن تسلیم باشه، تابع مطلق مرد باشه، میخوان که زن اصلا در اجتماع حضور پیدا نکنه و خب زیر چنین پوششی هم پنهان بشه. خب این دیدگاه ها و این سلیقه های به نظرم بسیار ناجور باعث شده که چنین تعریفی از حجاب داشته باشن و با زور و تهدید بخوان بر زنان تحمیل بکنن. اما عرض کردم به هیچ وجه این پایه و اساس شرعی در همون چارچوب فقه سنتی هم نداره. در بیانیه نواندیشان دینی به این نکته هم اشاره شده است که این تحمیلگری حجاب اجباری که فضای نفس کشیدن را در گوشه گوشه ایران تنگ کرده، تحت پوشش امر به معروف و نهی از منکر و به پشتوانه فقیهان مسند نشین و دستار به سران منبر نشین منصوب عالی ترین مقام های نظام جمهوری اسلامی اعمال می شوند و به اضمحلال دین و مذهب منتهی شده است. اما به باور امضا کنندگان این بیانیه، امر به معروف و نهی از منکر برای این است که اعمال حاکمان، عالمان، فقیهان و کلن اصحاب قدرت اصلاح شود و چیزی نیست جز نقد اخلاقی و سیاسی اجتماعی حاکمان و پاسخگو کردن آنان با نقادی و نظارت همگانی. در حالی که به بیان آنها متولیان رسمی دین در ایران پوستینی واژگونه بر تن مسلمانی کردند تا با بهره‌گیری از آن دوره حکمرانی خود را طولانی تر کنند. امضا کنندگان این بیانیه در پایان از عالمان و فرزانگان، فقیهانی که پروای خدا دارند و مردانی که جنسیتشان هنوز جا را برای انسانیت و وجدانشان تنگ نکرده دعوت کردند تا کنار هم نوعان زن خود بایستند و به اجبارگری حجاب قدرتمدارانی که نقاب دینداری به چهره زدند دست رد بزنند و با صدای رسا اعلام کنند که از اجبار حجاب و گشت ارشاد آن بیزارند. ببینید در طول این بیش از چهار دهه خب این سیاست غلط، چون اساسش غلطه، بذارید اول من این نکته رو عرض بکنم که اساسش غلطه، یکی به دلیل اینکه اصلا اتفاق نظری در فقه وجود نداره که زنا باید این شکل از حجاب رو رعایت بکنن، و دوم این که برای اجبار کردن اون، برای تحمیل کردن اون که دیگه به هیچ وجه توجیه فقهی و دینی وجود نداره. یعنی اگر حتی کسانی معتقد باشن که این حجابی که جمهوری اسلامی تعریف میکنه حجاب شرعی و الهی است،
اگر کسانی چنین اعتقادی هم داشته باشند، به هیچ وجه دلیلی برای مجبور کردن زنان به رعایت اون ندارن، چون فقط این رو میتونن بگن و زنانی که خودشون میپذیرن و به چنین باوری میرسن اختیار دارن که اون رو رعایت بکنن و اگه نمیخوان رعایت نکنن. در این امور هیچ اجبار و تحمیلی نمیتونه وجود داشته باشه و هیچ دلیلی هم در دست نیست که چنین اجازه ای رو به اینها بده ولو به حکومت دینی. و نکته مهم دیگه این که اساساً پوشش موضوعی نیستش که بشه براش قانون وضع کرد، چون قانون یک حوزه ای داره. حوزه قانون حقوق افراد هست، حقوق افراد در جامعه است. در جایی که حقوق انسان ها با هم تعارض پیدا میکنه، قانون میاد وسط برای اینکه اجازه نده که کسی به حق دیگری تعدی بکنه و اگر این اتفاق افتاد بتونه حق اون شخص رو، مظلوم رو بگیره و بهش بده. مسئله پوشش و لباس اصلا مسئله حقوقی نیست، یه مسئله شخصی است که در حوزه قانون و قانونگذاری قرار نمیگیره. به همین دلیلم امکان اجرای اون نیست و مردم هم زیر بارش نمیرن. خب در طول بیش از 4 دهه گذشته که این تهدیدها وجود داشته، مردم خودشون هم کم کم به این نتیجه رسیدن که این کار غلطی است. این اعمال محدودیت‌های فراوان بر زنان آزادی زنان رو سلب می‌کنه، حقوق اجتماعی زنان رو سلب می‌کنه، حضور اجتماعی اونها رو کم رنگ می‌کنه، اجازه نمیده که در بسیاری از حوزه‌ها حضور فعال داشته باشن.